بی بی سی. ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران رو بررسی می‌کنیم. می‌شنویم از اعتراض ایران به عربستان به دلیل عدم صدور ویزا برای شرکت هیئت ایرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی در جده. با وجود ابلاغ مصوبه هیئت دولت در ایران برای توقف پروازها میان چین و ایران، این پروازها همچنان ادامه داشته و اعتراضاتی را برانگیخته. می‌پرسیم ادامه این پروازها چقدر می‌تواند مایه نگرانی باشد. در عراق هزاران نفر در اعتراض به معرفی محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید تظاهرات کردند. و از مراسم اعطای جوایز سینمایی بفتا هم میشنویم که فیلم 1917 بیشترین جوایز را درو کرد. فعلا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان. سلام و صبح بخیر. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در تهران خواهد بود. این اولین سفر جوزپ بورل به عنوان جانشین فدریکا موگرینی است. به گفته وزارت خارجه ایران، دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه یکی از برنامه‌های سفر آقای بورل است. او در حالی به ایران می رود که 3 هفته پیش و به دنبال اعلام تهران در گام 5 کاهش تعهداتش در برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، 3 کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای گفتند، تصمیم دارند تا مکانیزم حل اختلاف را فعال کنند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید کیف برای دریافت غرامت بیشتر برای خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بر ایران فشار خواهد آورد. هواپیمای مسافربری اوکراین کمتر از 4 هفته پیش هدف 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و در نزدیکی تهران سقوط کرد. همه 176 سرنشین این هواپیما از جمله 11 شهروند اوکراین کشته شدند. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک مصاحبه تلویزیونی گفته ایران پیشنهاد داده به ازای هر کدام از سرنشینان اوکراینی هواپیمای منهدم شده به خانواده آنها $80,000 پرداخت کند. به گفته آقای زلنسکی این رقم کافی نیست. آقای زلنسکی همچنین بار دیگر خواسته کشورش برای دریافت هر 2 جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی منهدم شده را تکرار کرد. مهاجمی که دیروز در جنوب لندن 3 نفر را با چاقو مجروح کرد، تنها 1 هفته پیش از زندان آزاد شده بود. از این فرد به نام سودش امان 20 ساله نام برده شده که خودش به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پلیس بریتانیا میگوید سودش امان حدود 1 سال و 3 ماه پیش با جرائم مرتبط با اقدامات تروریستی به زندان رفته بود. و فیلم 1917 به کارگردانی سام مندس 7 جایزه از جوایز بفتا را درو کرد. از جمله جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری. واکین فیلیکس بازیگر نقش اول فیلم مرد جوکر و رنی زلوگر بازیگر نقش اول زن فیلم جودی نیز جوایز بهترین بازیگر مرد و زن را گرفتند. فیلم انیمیشن پدر بزرگ عاشق پیشه من ساخته مریم مهاجر، انیمیشن ساز ایرانی بریتانیایی نیز جایزه انیمیشن کوتاه را به خود اختصاص داد. خانم مهاجر در این مراسم گفت جایزه اش را به مردم ایران تقدیم می کند که لایق بهتر از اینها هستند. سلام و صبح بخیر. به چشم‌انداز بامدادی دوشنبه 14 بهمن برابر با 3 ژانویه خوش آمدید. برنامه رو با خبری از ایران شروع می‌کنیم. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به تهران سفر می‌کند. این اولین سفر آقای بورل به ایران پس از انتصابش به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته آقای بورل قرار است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سایر مقامات ارشد ایران دیدار و گفتگو کند. جوزپ بورل از مهر ماه امسال به عنوان جانشین فدریکا موگرینی سکاندار سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد. او تا پیش از تصدی این سمت وزیر خارجه اسپانیا بود. سفر آقای بورل در حالی انجام می شود که 3 کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای
پس از گام پنجم جمهوری اسلامی در کاهش تعهداتش در برجام اعلام کردند که تصمیم دارند تا مکانیزم حل اختلاف یا مکانیزم ماشه را فعال کنند. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوبل در پاریس. نخست از او پرسیدم که سفر مسئول سیاست خارجی جدید اروپا به تهران با چه هدفی صورت می‌گیرد. من فکر کنم خب با اهمیت این سفر اینه که مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اولین باره که به ایران سفر میکنه و خب قطعا اتحادیه اروپا هدف اصلیش از این سفر میتونه معطوف به حفظ برجام و متقاعد کردن ایران از انجام اقداماتی باشه که در نظر اتحادیه اروپا میتواند به پایان برجام منتهی بشود. برجام مسئله محوری بین ایران و اتحادیه اروپا هست و سایر مسائل منطقه‌ای حول محور برجام تعریف میشه، به این معنی که اگر در نظر اتحادیه اروپا برجام به پایان خودش نزدیک بشه و تنش میان ایالات متحده و ایران به صورت غیر قابل بازگشتی افزایش پیدا بکنه، امنیت در خاورمیانه مورد تلاطم قرار خواهد گرفت و اون هدف اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به اعتقاد من تأمین امنیت در خاورمیانه به منظور ایجاد تأمین امنیت در کشورهای اروپایی هست، مورد چالش قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا برای متقاعد کردن ایران به این مسئله چه چیزی برای ارائه به ایران در اختیار داره؟ اون موقعی که اتحادیه اروپا صحبت از کانال مالی میکرد و بعد در عمل وعده این قضیه تحقق پیدا نکرد، دیدیم که به تدریج رفتار ایران تغییر کرد. الان اتحادیه اروپا چی داره که به ایران بده که رفتار ایران رو تغییر بده؟ به اعتقاد من هیچی. به این معنی که اتحادیه اروپا اگر توانایی حفظ برجام رو داشت، اجازه نمیداد که وضعیت به سمت وضعیت دشوار فعلی حرکت بکنه. من گمانم اینه که اتحادیه اروپا دوست دارد برجام را حفظ کند، اما به خاطر ملاحظات امنیتی، نوع روابطش با ایالات متحده و میزان هزینه‌ای که برای حفظ برجام خواهد داد، اراده‌ای برای حفظ برجام نداره. دوست داشتن و اراده داشتن دو مقوله متفاوته. به اعتقاد من اتحادیه اروپا در حال حاضر یک بازیگر کاملا حاشیه‌ای در برجام است و تلاش‌هایی هم که انجام میده بیشتر فشار به ایرانه، یعنی به فشار به ایرانه که به سمت اقداماتی حرکت نکند که بتواند پایان برجام رقم بزنه. اتحادیه اروپا از اعمال فشار به ایالات متحده ناتوان است و سیاست خارجی دولت ترامپ نیز اصولا نقش اتحادیه اروپا رو به عنوان یک بازیگر به رسمیت نمیشناسد، به این معنی که اصولا دولت ترامپ تمایلی بر بازیگری اتحادیه ها ندارد. بنابراین شما چشم انداز روشنی برای برجام دیگه نمیبینید؟ من فکر میکنم برجام رو به احتضار است. در حال حاضر سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک سیاست منفعلانه به منظور صبر برای پایان دور نخست ریاست جمهوری ترامپ و تغییرات در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ هست. جمهوری اسلامی هم یک سیاست صبر و انتظار در پیش گرفته است که تکلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ مشخص شود. دولت ترامپ نیز به حفظ فشارها، به خصوص فشارهای اقتصادی تمایل داره که تا انتخابات ریاست جمهوری به هر صورت از گزینه جنگ خودداری بکند، اما در عین حال به سیاست تخریب برجام و امنیتی کردن پرونده ایران ادامه بده. من این سه تا مؤلفه رو در نظر میگیرم و معتقد هستم که برجام در حال حاضر آینده روشنی رو نداره، مگر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ما شاهد شکست دولت ترامپ باشیم. با مجتبی نجفی گفتگو می کردم، پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه سوربن نوبل در پاریس. اما وزارت خارجه ایران می گوید که دولت عربستان هنوز برای شرکت هیئت ایرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی ویزا صادر نکرده.
این نشست در سطح وزیران خارجه است و امروز در مقر دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در جده برگزار می شود. در این نشست طرح اخیر دونالد ترامپ برای صلح خاورمیانه بررسی خواهد شد. وزارت خارجه ایران در اعتراضی رسمی به دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی عربستان را به سوء استفاده از میزبانی متهم کرده و گفته شایستگی این رژیم برای ادامه میزبانی مقر سازمان همکاری اسلامی مورد تردید جدی قرار دارد. بیشتر از همکارم مهرداد فرهمند پرسیدم که آیا مشخص است که چرا برای هیئت ایرانی ویزا صادر نشده؟ خبر عدم صدور روادید رو سخنگوی وزارت خارجه ایران داده و از جانب عربستانی ها هنوز توضیحی ارائه نشده، هرچند خیلی هم غیر قابل پیشبینی به نظر نمی رسید که بارها وقتی که نشست هایی در عربستان برگزار می شده در سالهای اخیر که رابطه ایران با عربستان روز به روز تیره تر شده هیئتی از ایران شرکت نکرده بود درش. و از جانب دیگه ایران هم مدت هاست که نمایندگی ثابتش رو در مقر سازمان همکاری های اسلامی در جده تعطیل کرده. قبلا در ایران در اونجا نماینده ثابت داشت که او میتونست شرکت بکنه. از طرف دیگه هم کسی که قرار بود شرکت بکنه حسین جابری انصاری معاون امور مجلس وزارت امور خارجه ایرانه و او در فهرست افرادی که آمریکا اونها رو تحریم کرده و خواهان عدم ورود اونها به کشورهای شریک خودش شده نیست که بشه اونطور توجیه کرد که شاید عربستان به خاطر رابطش با آمریکا خواسته که از تحریم‌های آمریکا پیروی کنه و بهش ویزا نداده. مرداد، در نهایت اگر قطعنامه‌ای در پایان این نشست صادر بشه چقدر وزن و اهمیت خواهد داشت؟ در عمل چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ عملاً چه این قطعنامه چه قطعنامه‌ای که روز شنبه در قاهره در نشست اتحادیه عرب صادر شد و احتمالاً قطعنامه دیگری هم در راه در نشست سران اتحادیه آفریقا، اینها صرفاً در حد حرفه، یعنی محکومیت آنچه معامله قرن نام گرفته عملاً. اما تنها چیزی که شاید بشه از تو اینها در بیاد اینه که این معامله قرن یک پایش قراره که برخی از کشورهای عربی باشن، کشورهای ثروتمند عربی مثل عربستان و امارات به خصوص، که اینها پولی رو که قراره که خرج بشه در این معامله قرن اونها پیش بینی شده که بدند. و گرچه این کشورها هنوز به شکل انفرادی نیومدند و این معامله رو محکوم بکنند، ولی به شکل در یک محکومیت جمعی شرکت کردند که در همین نشست اتحادیه عرب بود یا در نشست امروزی که قراره که در جده باشه. به نظر میرسه اونها هم قاعدتا باید جزو محکوم کنندگان باشن. در نتیجه اینها رو خود به خود از این معامله حذف میکنه، یعنی اون بازوی مالی معامله برداشته میشه و اون این که اصلا چنین معامله ای اجرا بشه در واقع منتفی خواهد شد، مگر اینکه دو مرتبه بخواند که اینها موضع تازه ای اتخاذ بکنند. با همکارم مهرداد فرهمند صحبت میکردم. اما فرصتی هست از شما شنوندگان هم دعوت کنم که با نظراتتون در برنامه ما شرکت داشته باشید. در مورد سفر رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران چه فکر میکنید و همینطور در مورد آینده برجام و تلاش هایی که در مورد اون داره صورت میگیره، در مورد روابط ایران و عربستان و عدم صدور ویزا برای هیئت ایرانی از طرف عربستان چه فکر میکنید؟ بی بی سی شما در تلگرام و پای پخش زندگی برنامه در فیسبوک. منتظر پیام های شما هستم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. و حالا نگاهی بیاندازیم به روزنامه های امروز صبح چاپ تهران در گفتگو با فرشته قاضی، روزنامه نگار ساکن آتلانتای آمریکا.
بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم. امروز با به دنبال نجات بی‌هزینه برجام در تهران از جوان، ماموریت آقای بورل در تهران از ایران و برجام و سفر بورل به تهران از شرق. خب سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران انعکاس زیادی داشته در روزنامه‌ها. شروع کنیم با روزنامه جوان که معتقد اروپا هزینه‌ای نمی‌خواد بکنه برای نجات برجام. همینطوره، روزنامه جوان معتقد هستش که سفر کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران آخرین تلاش اروپا برای نگه داشتن توافق هسته‌ای با ایران هست. ایران با گذشت یک سال از راه اندازی این استکس شاهد هیچ گونه عملی ملموس در رابطه با برجام نبوده، در رابطه با این استکس هم نبوده به نوشته جوان، و حالا در حالی که به تعبیر یک مقام اروپایی بی‌اعتمادی دو طرفه به طرز چشمگیری سرعت مذاکرات رو کاهش داده، امروز قرار جوزف بورل به تهران بیاد. معلوم نیست که او پیشنهاد ملموسی برای تهران داره که بتونه تهران رو متقاعد بکنه یا نه. ایران، روزنامه دولت، اما این سفر رو بیانگر تعهد اروپا به حفظ برجام دونسته. روزنامه دولتی ایران این سفر رو در راستای تحولات جاری و همچنین بیانگر تعهد اروپا به حفظ برجام و همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران دونسته و نوشته که حالا باید دید بورل با چه هدفی با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کنه. آیا همچنان خواهان حفظ برجام و می‌کوشه ایران رو برای بازگشت به اجرای تعهدات برجامیش ترغیب بکنه؟ بنشه روزنامه ایران اساساً تلاش او برای بازگرداندن توافق برجام به وضعیت عادی بر پایه کدام اقدام مشخص اروپا جهت حفظ منافع اقتصادی ایران صورت میگیره؟ و روزنامه شرق هم این سفر رو تحول مهمی ارزیابی کرده. چی نوشته این روزنامه؟ کوروش احمدی در این روزنامه از این جهت تحول مهمی خونده که معتقد میتونه این سفر از جمله به روشن شدن روند پیشرو درباره اجرای تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار حل اختلاف برجام کمک بکنه، موضوعی که بنشه آقای احمدی قاعدتاً باید یکی از موضوعات مهم در دستور کار بورل در تهران باشه. نویسنده روزنامه شرق نوشته صرف نظر از موضوعات فنی مربوط به سازوکار حل اختلاف، بیانیه اتحادیه اروپا درباره سفر بورل به تهران از تلاش برای کاهش تنش جاری در منطقه و نیز تلاش برای حفظ برجام به عنوان دو موضوع در دستور کار بورل سخن گفته. تلاش برای حفظ برجام اما در شرایطی در جریانی که ظریف و مجلس ایران تهدید کردند اگر موضوع برجام به شورای امنیت ارجاع بشه و تحریم‌های پیشین شورای امنیت بازگردونده بشه، ایران اقدام به خروج از پیمان عدم احشای سلاح‌های هسته‌ای خواهد کرد. فرشته قاضی با مطالبی دیگر از روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران باز با ما خواهد بود در نیمه دوم برنامه. برنامه رو با خبری مربوط به شیوع ویروس کرونا ادامه میدیم. گسترش ویروس جدید کرونا جهان رو در ترس و نگرانی فرو برده و به همین دلیل کشورهای زیادی مرزهای هوایی خود رو با چین بستند. در همین حال روسیه از امروز ارتباط تمام خطوط راه آهن رو هم با چین قطع می کند. این در حالی است که پروازها بین ایران و چین هنوز متوقف نشده. نگاهی به وبسایت فرودگاه امام خمینی تهران نشان می دهد که همین دیروز دست کم 3 پرواز از شهرهای شانگهای، پکن و گوانجو به تهران رسیده. 3 پرواز دیگر هم از تهران را به مقصد شهرهای مختلف چین ترک کرده. 2 روز پیش مقام‌های ارشد دولتی دستور داده بودند پروازها به چین لغو شود، ولی یک نماینده مجلس می‌گوید گوش کسی به دولت بدهکار نیست. در عوض استاندار تهران گفته باید یک قرارگاه پدافند زیستی راه اندازی شود. کامیار علایی، پزشک و مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک، از همین شهر به برنامه ما ملحق شدند. آقای دکتر علایی، خوش آمدید به برنامه. یک موضوعی که الان خیلی بحث برانگیز شده در ایران ادامه پروازها بین ایران و چین هستش. چقدر این موضوع میتونه مایه نگرانی باشه؟ من خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. با توجه به اینکه ما هیچ گونه مرز مشترک با چین نداریم، تنها روش کنترل ورود موارد مبتلا به ایران از طریق مرز هوایی هست. بنابراین با توجه به اینکه مشخص شده که یک اپیدمی همه‌گیری در سطح کلان در واقع توسط سازمان جهانی بهداشت تایید شده،
اولین و ساده ترین راهی که میشه جلوی ورود ویروس رو به کشور گرفت در واقع بستن مرزهای هوایی هست. و همین خاطر با وجود اینکه در این زمینه بارها صحبت شده، اما متاسفانه از یک سو میبینیم نه تنها پروازها کنسل نشده بلکه پروازها به نوعی در حال افزایش هست، به طوری که شنیده شده بعضی از کسایی که با پروازهای دیگه مثل امارات یا ترکیه نتونستن به مقصدشون برن دارن از پروازهای ایران استفاده میکنن و در واقع این مسئله باعث میشه که ایران به عنوان یک کشور ترانزیت باعث بشه که میزان شانسی که در واقع اکسپوز میشه به این ویروس در خود داخل کشور افزایش پیدا کنه. به نظر من یک نیازی هست که در این زمینه تصمیم گیری در رأس قدرت سیاسی گرفته بشه و نمایندگان مجلس که به نوعی سخنگوی مردم هستند باید در این زمینه اعمال نظر کنند. کمیسیون بهداشت مجلس نقش خیلی مهمی باید در این زمینه داشته باشه، چون مردم در واقع در معرض خطر تماس هستند و اگر در این زمینه کاری نشه و ویروس وارد کشور بشه دیگه اون موقع کنترلش خیلی مشکل خواهد شد. حالا در مورد همین بحث ورود، بحث بعد از اینکه ویروس وارد کشور بشه یا اینکه موردی شناسایی بخواد بشه، در این مورد گزارش شده که مثلا فردی در فرودگاه اصفهان کار میکرده و با گردشگران چینی در تماس بوده و بعد از نشون دادن یک سری علائم بیماری بستری شده، اما چون علائم بیماری تداوم نداشته اینطور که گفتند و علائم کلینیکی پاک شده بوده از بیمارستان مرخص شده. اصولا چه کسانی با چه علائمی باید بستری بشن و در چه صورتی میتونن مرخص بشن؟ بله، سوال خیلی خوبیه. با توجه به اینکه این نو ویروس در واقع علائم شبیه خیلی از عفونت‌های تنفسی هست، در واقع مهمترین شاخصی که ما باید در نظر بگیریم این هست که آیا فرد خودش در دو هفته گذشته سابقه سفر به کشور چین داشته یا در تماس نزدیک با فردی بوده که در دو هفته گذشته در واقع از چین در واقع مراجعه کرده. در این مورد هم با توجه به شرح حالی که گفته شد به نظر من در ابتدا کار خوبی کردن که فردی که در معرض تماس بوده با افرادی که گردشگر چینی بودن بلافاصله بستری شده. اما با توجه به این که هدف ما از بستری کردن تنها هدف درمانی نیست که با رفع یا کاهش علائم بالینی فرد رو مرخص کنیم، بلکه هدف ما و رسالت پرسنل پزشکی علاوه بر درمان در واقع درمان در راستای پیشگیری هست. یعنی اگه این فرد حتی علائمش هم بهتر شد به هیچ عنوان نباید مرخص بشه و آزمایشش در واقع باید ارسال بشه و بررسی بشه و تا مشخص نشده که این فرد مبتلا هست یا نه به هیچ عنوان نباید مرخص بشه. به عنوان مثال برای شما بگم در کشور فیلیپین تا الان 23 مورد گزارش شده که مبتلا هستند و یکی از موارد که تا روز گذشته علائمش رو به بهبودی بود ناگهان در 24 ساعت گذشته در واقع علائمش بدتر شد و فوت کرد. و از طرف دیگه خود این ویروس جوری هست که ماهیتش ممکنه خیلی از افرادی که مبتلا بشن علائم خاصی نداشته باشن یا علائمشون بسیار علائم سطحی باشه. پس اهمیتشون تنها خود فرد نیست، بلکه همین فرد میتونه در تماس نزدیک باشه با سایر اعضای خانوادهش و در اونجا هست که افرادی که در واقع میانسال یا مسن هستن یا دچار بیماری‌های زمینه قلبی هستند دچار عوارض شدیدتر و در واقع مرگ بشن. بنابراین من توصیه میکنم نگاهی که پرسنل پزشکی و درمانی به این مسئله میکنن از نگاه پیشگیری باشه تا صرف درمان. آقای دکتر، فرصت کوتاهی داریم، میخواستم بپرسم که این ویروس کرونا خب هم خانواده است با ویروس هایی مثل سارس و مرس و اینها، ولی شیوع کرونا خیلی واکنش های شدیدتری رو نسبت به موارد گذشته برانگیخته، این دلیلش چی هست؟ در واقع چند تا دلیل داره. اولین دلیل اینه که درسی که از سارس در واقع 2003 و مرس در 2012 گرفته شد که اونجایی که ما در سارس دیدیم ابتدا چین برای مدتی مخفی کرد این مسئله و در نهایت دید که بحران به حدی شده که باید بپذیره که اشتباه کرده، بنابراین چین اومد رویهش رو عوض کرد، هرچند که در چند روز اولیه در سطح استانی این مسئله سعی کردن دقیقاً اطلاع ندن ولی در نهایت و بلافاصله خود نخست وزیرش اعلام کرد که ما باید شفافیت سازی کنیم. و از طرف دیگه
با حداکثر توان در اوائل بروز اپیدمی مقابله کنن با این مسئله، چون به راحتی این مسئله میتونه گسترش پیدا کنه. از طرف دیگه ماهیت خود ویروس هست، یعنی برخلاف دو نوع قبلی که سارس و مرس هستند که اونها هرچند کشندگی بیشتری دارند، اما در این مورد با اینکه کشندگیش 3% هست، همین پایین بودن کشندگیش و بدون علامت بودن فرد که باعث انتقالش میشه، باعث میشه که هر فرد به طور متوسط 3 یا 5 نفر رو مبتلا کنه و این باعث گستردگی بیشتری بشه. به همین خاطر شما اگر آمارها رو نگاه کنین، همین امروز نسبت به دیروز بیش از 2000 مورد جدید در چین شناسایی شده. ممنون از کامیار علایی، پزشک و مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در دانشگاه ایالتی نیویورک، از همین شهر با ما صحبت می کردند. برنامه رو با خبری از عراق ادامه می دهیم. هزاران عراقی در اعتراض به معرفی محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر جدید تظاهرات کردند. معترضان در بغداد و چند شهر جنوبی آقای علاوی را بخشی از نظام سیاسی خواندند که آنها خواستار تغییر اساسی آن هستند. آقای علاوی پیشتر وزیر ارتباطات بود، اما در اعتراض به فساد دوباره استعفا کرد. او در پیامی ویدیویی از معترضان خواسته به اعتراض علیه فساد ادامه دهند. همزمان ایران از انتخاب آقای علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرده. وزارت خارجه ایران گفته که امیدوار است او بتواند با تشکیل دولت جدید خواسته های به حق مردم و مرجعیت دینی عراق را برآورده کند. پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتم با علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن فرانکفورت آلمان. نخست از او در مورد کارنامه سیاسی محمد علاوی پرسیدم و اینکه انتخاب او برای پست نخست وزیری با چه ملاحظاتی صورت گرفته. آقای محمد توفیق علاوی 65 سال داره، فارغ التحصیل دانشگاه آمریکایی بیروت هست، در انگلستان هم درس خونده، کارخانه دار بوده توی عراق، پسر عموی نخست وزیر سابق عیاد علاوی هست و 2 دوره هم وزیر ارتباطات و فناوری بوده در کابینه آقای مالکی، نوری المالکی. بعد به خاطر اختلافاتی که با آقای مالکی داشته بر سر مبارزه با فساد و از کابینه بیرون آمده، استعفا داده. بعدم حتی آقای نوری المالکی سعی میکرد که علیهش دادگاه تشکیل بده. خودش هم اعلام کرده که من وابسته به هیچ گروهی نیستم، ولی سابقا نزدیکی هایی داشت به حزب الدعوه و ظاهرا چنین وانمود میکنه که علارغم این که شیعه هست و علارغم این که پشتیبانی گروه هایی در درون پارلمان داره، وانمود میکنه که آدم مستقلی هست و در سخنرانی که بعد از به اصطلاح نامیده شدنش از طرف رئیس جمهور شد، هم گفت من مستقلم، هم تقریبا بخش عمده ای از خواسته های تظاهر کنندگان رو گفت اینها خواسته من هم هست، یعنی از جمله این که گفت من یک کابینه به اصطلاح خبرگان تشکیل میدم، نه کابینه معمولی بلکه کابینه از الیته و کارشناسان. و بعد هم گفتش که همونطور که به شما قول داده بودم به شما تظاهر کنندگان، حتما کسانی رو که مسئول به اصطلاح کشته شدن این تعداد تظاهر کننده هستن بودن اینها رو هم معرفی خواهم کرد. بعدم اضافه کرد که با فساد مبارزه میکنم و غیر سلاح آزا، ولی ظاهرا این سخنان چندان برای همه تظاهر کنندگان قابل قبول نبود و همین علت هم تظاهرات در خیلی از شهرها ادامه پیدا کرد علیه آقای علاوی. خب فکر میکنید که چقدر احتمال داره که پارلمان تایید بکنه پست ایشون رو؟ تقریبا میشه مطمئن بود که ایشون پارلمان رأی اکثریت میاره، چون در حقیقت این که آقای برهم صالح ایشون انتخاب کرد ناشی از این بود که 2 تا گروه مهم پارلمانی، یعنی گروه آقای مقتدی صدر به اصطلاح فراکسیون سائرون و گروه 8 و شعبی فراکسیون الفت که رئیسش آقای هادی آل عامری هست، روی این شخص توافق کردن و تشخیص دادن که این شخص هستیست که در اینی که شیعه هست و در اینی که طرفدار این گروه ها هست، در این حال یک فاصله معینی هم با اینها داره و ممکنه که مورد قبول تظاهر کنندگان و بقیه مردم قرار بگیره. به همین علت ممکنه یا حتی اکثر میشه حدس قوی زد که رأی رو میاره و دیگر گروه های
شیعه هم به این رنگ. فکر میکنید که در صورتی که تایید بشه پست ایشون چقدر میشه امیدوار بود به بازگشت ثبات به عراق؟ بازگشت ثبات به عراق بستگی به این داره که نیروهای دولتی چقدر به اصطلاح متشکل عمل بکنن، چون تا به حال واقعیت این است که نیروهای امنیتی نمیخواستن جلو تظاهر کنندگان رو 100% بگیرن. این کشته هایی رو هم که ما داشتیم ناشی از تکتیر اندازی ها، ناشی از گروه های هشت و شبیه نزدیک به ایران بود، نه دستگاه های پلیس. ولی الان با به اصطلاح انتخاب ایشون وضع تغییر کرده، چون مقتدا صدر به هر حال مهمترین فراکسیون پارلمان عراق اختار داده به تظاهر کنندگان که شما برید بخونید، حتی به مدیران مدرسه دستور داده که مدارس باید باز بشه و تظاهرات تمام بشه. مشکل این است که آقای علاوی در عین اینکه میگه من مستقل هستم، به رأی گروهایی که تا به حال به اصطلاح مسئول فساد بودن در جامعه، از جمله همین گروه آقای العامری و دیگر گروه های شیعه، به رأی اینها نیازمنده. بنابراین یک راه بسیار دشوار داره، باید منتظر آینده بود که ببینیم یک، تظاهرات بیشتر علیه آقای علاوی ادامه پیدا میکنه یا نه، دو، آیا آقای علاوی واقعا میتونه با فساد مبارزه کنه و به عنوان یاد مستقل عمل بکنه، یا اینکه یک آدمی است که به هر حال دست نشانه های گروه دیگه، گروه های که تا به حال به هر حال عراق به اینجا رسوندن که ما میبینیم. با علی سردزاده صحبت میکردم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن فرانکفورت آلمان. در اینجا به نیمه راه رسیدیم، نگاهی بندازیم به سرخط اخبار مهم روز. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در تهران خواهد بود. این اولین سفر ژوزپ بورل با عنوان جانشین فدریکا موگرینی است. رئیس جمهوری اوکراین میگوید کیف برای دریافت غرامت بیشتر برای خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بر ایران فشار وارد خواهد کرد و مهاجمی که دیروز در جنوب لندن 3 نفر را با چاقو مجروح کرد تنها 1 هفته پیش از زندان آزاد شده بود. از این فرد که نامش سودش امان 20 ساله نام برده شده که خودش به ضرب گلوله پلیس کشته شد. در اینجا به نیمه راه رسیدیم، در ادامه برنامه گزارشی داریم از افغانستان و در کنار مرور مطبوعات و اخبار کوتاه ایران سری به جشنواره سینمایی بفتا میزنیم، از اعطای جوایز در اونجا میشنویم و در پایان ساعت هم البته برنامه هفتگی از دوسوی آمور رو خواهیم شنید. نازی نازی چشما قهری و ناز و خشما، نکند خدا مبینم ما بی چشم سانی چشما. برنامه هفتگی زیورشاه محمد تا کمتر از 20 دقیقه دیگر. برنامه رو با گزارشی از افغانستان ادامه می دهیم. وزارت امور زنان افغانستان گزارش سالانه خود درباره خشونت علیه زنان را منتشر کرده. این گزارش حاوی 7041 پرونده خشونت علیه زنان است که حاکی از افزایش 1% این آمار نسبت به سال گذشته است. همزمان سارانوالی یا دادستانی کل افغانستان گفته که امسال نزدیک به 3000 پرونده مربوط به خشونت علیه زنان را بررسی کرده. بشیر پیمان گزارش می دهد. مقام های وزارت امور زنان میگویند از مجموع بیش از 7041 قضیه خشونت علیه زنان 51 مورد آن بسیار جدی هستند، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز گروهی، محکمه صحرایی، ازدواج زیر سن و خودکشی دختران جوان. اسپوژمای وردک معاون این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت بیشترین موارد خشونت لتوکوب زنان است.
که 4010 شکایت یا قضیه به یک نوع حل شده. ما زیاد کوشش میکنیم که خانواده ها از هم نپاشن، باز یک خشونت دیگه علیه اطفال و خزن صورت میگیره. ولی 2031 قضیه که قابل حل نبوده، جرم شده، مثلا قتل شده، مثلا لتکو به حد زیاد بوده، معیوب شده زن، به یک نوع یک کار بوده که ما ایرتمن به سارنوالی معرفی کردیم. رواج های ناپسند، ازدواج های اجباری و زیرسان، تعدد همسران، فقر و عدم آگاهی مردم از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در افغانستان دانسته می شود. خانم وردک می گوید اکثر عاملان خشونت علیه زنان توسط پلیس گرفتار شده، اما شماری از آنها به مناطق تحت کنترل طالبان فرار کردند. در همین حال دادستانی کل یا لوی سارنوالی افغانستان می گوید نزدیک به 3000 قضیه مربوط به خشونت علیه زنان را ثبت و بررسی کرده. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت کابل با 1157 مورد ثبت خشونت در صدر و ولایت‌های هرات و بلخ در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بنابر گفته آقای رسولی در حال حاضر در 34 ولایت افغانستان سارنوالی منع خشونت علیه زنان ایجاد شده و تلاش‌های اخیر نهادها باعث افزایش موارد ثبت شده خشونت علیه زنان نسبت به سال‌های گذشته شده است. در همین حال وزارت امور زنان میگوید موارد خشونت علیه زنان احتمالاً بیشتر از آن است که از سوی نهادهای مسئول ثبت شده است. نهادهای دفاع از حقوق زنان هم میگویند علی‌رغم تلاش ها موارد خشونت علیه زنان بسیار بالا و مایه نگرانی آنهاست. بشیر پیمان از کابل گزارش میداد. یکی دو تا از پیام هایی که به دستمون رسیده براتون بخونم. یکی از مخاطبان با شناسه ام در تلگرام نوشته که آینده برجام به سوی پاره شدن پیش میرود و اتحادیه اروپا قدرتی ندارد که راهکار مالی را برای ایران باز کند. و پویا هم در تلگرام نوشته به نظرم سفر جوزپ بورل به تهران تا زمانی که ایران میل به یک مفاهمه و مصالحه پایدار با آمریکا و اسرائیل نداشته باشد به هیچ سازوکار رفع اختلاف پایداری نمیتوان دست یافت. باز هم به پیام های شما باز خواهیم گشت، اما فعلا چند خبر کوتاه از ایران. سفیر سوئیس در تهران روز یکشنبه از ورود 180 هزار بسته از داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضا به ایران خبر داد. پیشتر گزارش‌ها از راه اندازی آزمایشی کانال تجاری ایران و سوئیس برای عبور از تحریم آمریکا برای واردات دارو و غذا به ایران حکایت داشت. گفته شده که اولین محموله مربوط به داروهای درمان سرطان و داروهای ضروری برای جراحی پیوند اعضا بوده است. دولت سوئیس که به عنوان یک کشور بی‌طرف با مقامات ایران و آمریکا همکاری دارد، بانک‌ها و شرکت‌های سوئیسی را برای فعالیت در این کانال تجاری انتخاب کرده است. 8 تن از نویسندگان نامه‌ای سرگشاده که از رهبر ایران درخواست کرده بودند از مقام خود کناره‌گیری کند، به مجموعاً 72 سال حبس تعزیری، 6 سال ممنوعیت خروج از کشور و 6 سال تبعید محکوم شدند. این احکام را شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد صادر کرده و جواد لعل محمدی دیگر متهم این پرونده هم در انتظار است تا تعیین تکلیف شود. هاشم خواستار 16 سال حبس، 3 سال تبعید به شهرستان نیکشهر و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور. محمد نوریزاد به 15 سال حبس، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور. عبدالرسول مرتضوی به 26 سال حبس، محمد حسین سپهری به 6 سال حبس، فاطمه سپهری به 6 سال حبس و هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی هر کدام به تحمل 1 سال حبس محکوم شدند. و مدیر عامل هلال احمر کردستان ایران میگوید یکی از کولبرانی که 2 روز پیش در کولاک شدید ارتفاعات سقز گرفتار شده بود به علت سرمازدگی شدید جان خود را از دست داد. روز شنبه 23 نفر از اهالی شهرستان سقز در ارتفاعات برفگیر سرشیف ناپدید شدند، ولی بعداً 20 نفر از آنها خودشان را به پای کوه رساندند و نجات پیدا کردند. به گفته مقام‌های محلی 2 نفر دیگر هم که در راه برگشت به منطقه مسیر را گم کرده بودند به روستایی در عراق رفتند و حالشان خوب است. پیام علیرضا رو هم براتون بخونم که در تلگرام برای ما نوشته دولتی که قادر نیست حتی جلوی پرواز هواپیماهای مسافربری احتمال ناقل ویروس در این موقعیت خطرناک را بگیرد و با دنیا همکاری ندارد، چگونه بایستی در مورد غنی‌سازی و عدم ساخت بمب با آن
اعتماد کردین. پیام علیرضا بود در تلگرام. ممنون از پیام هاتون. همراه با فرشته قاضی یک بار دیگر نگاهی به روزنامه های امروز صبح چاپ تهران میاندازیم. بررسی روزنامه تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با حق انتخاب از اطلاعات، کنشگری در شرایط تحلیل رفتگی از اعتماد و در نهایت هم بی‌اعتنایی آسمان ایران به هشدارهای کرونا از همدلی. خب 3 هفته مانده به انتخابات مجلس و موضوعی هست که در روزنامه ها داغه. شروع کنیم با روزنامه اطلاعات که انتقاد کرده از رد صلاحیت ها و ابهاماتی که شیوه نظارت شورای نگهبان برانگیخته. همینطوره، مسعود رضوی در این روزنامه معتقده که همین رفتار شورای نگهبان و شیوه نظارت و ابهاماتی که به وجود اومده به اعتماد مردم آسیب میزنه. آقای رضوی معتقده که برخی دائما از نمایش و تظاهرات خیابانی و مراسم جمعی در این روز و اون یوم و این جشن و اون مناسبت سخن میگن، اما بهتر از هر کس میدونن که اون اجتماعات اگرچه ارزشمند و باشکوه اما هیچ متر دقیق و مشخصی نداره. مخالفین هم ممکنه مدعی بشن که اگر به ما هم اتوبوس، مترو، امنیت و التزام بدید ما هم جمعیت زیادی فراهم میکنیم، اما در انتخابات و رفراندوم همه معیارها مشخصه و حضور مردم باطل و سحر دعاوی خلاف محسوب میشه. اما نمیشه از مردم انتظاری بیش از این داشت و نمایندگان واقعی و برگزیدگان محبوب و مستقر رو با الزامات و محدودیت‌های قضایی و امنیتی از گردونه رقابت برون افکند. روزنامه اعتماد هم به بحث انتخابات پرداخته و وضعیت اصلاح طلب‌ها رو در این میان بررسی کرده. روزنامه اعتماد هم تیتر یکش رد صلاحیت شدگان هست و در یکی از یادداشت‌های اصلیش محمد رضا تاجیک شرایط فعلی اصلاح طلبان رو شرایط تحلیل رفتگی توأم با شرایط فقدان تصمیم و تدبیر دونسته و نوشته که حکایت اصلاح طلبی در قدرت همچون حکایت اون قورباغه چینیه که تا وقتی در قعر چاه نه تصویری از چاه داره نه تصویری از بیرون چاه. جریان اصلاح طلبی هم تا زمانی که در قعر چاه قدرت گرفتاره نه تصویری واقعی از جامعه داره و نه تصویری حقیقی از خود. تنها در جایی در فاصله با قدرته که جریان اصلاح طلبی میتونه طرحی نو در بیاندازه و از رهگذر واسازی و بازسازی خود کماکان خود رو به مثابه کارآمدترین و استعاری ترین بازی در شهر مطرح بکنه. آقای تاجیک خواستار این شده که اصلاح طلبان از قدرت بکشن بیرون و نوشته حتی اگر اصلاح طلبان در تسابق های بزرگ پیشاروی یعنی مجلس ریاست جمهوری هم پیروز بشن، از امکان و استعدادی بیش از دولت کنونی برای بهبود امور چه داخلی و چه خارجی برخوردار نیستن. لذا شایسته اینه که عرض خود نبرند و زحمت مردمان ندارند و عاقلانه چندی از دیار قدرت رخت بربندند. و مطلبی که از همدلی انتخاب کردید مربوط است به نگرانی‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا. این روزنامه از متوقف نشدن پروازهای بین چین و ایران انتقاد کرده. ستاره لطفی در این روزنامه نوشته که گویا مسئولین با چراغ سبز به ادامه پروازهای بین ایران و چین ناخواسته دارن پای کرونا رو به کشور باز می‌کنند. به نوشته خانم لطفی، کشورهای دیگه برای جلوگیری از ورود این بیماری به کشورشون اقدامات جدی بیشماری انجام میدن، از متوقف کردن پروازها تا ممانعت از ورود چینی‌ها به کشورشون تا تخصیص دادن کریدور جداگانه در فرودگاه‌ها. اما در کشور ما که کرونا به پشت در رسیده، گویا سخن از مقابله با کرونا فقط به جست برخی از مسئولین تبدیل شده و هنوز کسی اقدام عملی رو شاهد نبوده. نویسنده روزنامه اعتماد پرسیده که آیا زنگ خطر این بیماری وحشتناک که برخی اون رو به انقراض نسل بشر گره میزنن هنوز به گوش مسئولین ایران نرسیده و چه موضوعی بر سلامت مردم ارجحیت و اولویت داره که مسئولین در تعلیق پروازهای بین ایران و چین تعلل میکنند. فرشته قاضی روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران رو ورق می‌زد. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید.
روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. چشم‌انداز بامدادی رو با خبری سینمایی دنبال می‌کنیم. مراسم اعطای جوایز آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا بفتا عصر دیروز در لندن برگزار شد و فیلم 1917 به کارگردانی سم مندز 7 جایزه را به خود اختصاص داد. از جمله جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلم بریتانیایی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری. واکین فینیکس بازیگر نقش اول مرد فیلم جوکر و رنی زلوگر بازیگر نقش اول زن فیلم جودی نیز به ترتیب جوایز بهترین بازیگر مرد و زن را دریافت کردند. جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به براد پیت بازیگر فیلم روزی روزگاری در هالیوود به کارگردانی کوئنتین تارانتینو رسید. شهرام تابه محمدی منتقد سینما از تورنتو به برنامه ما ملحق شدن تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آقای تابه محمدی خوش آمدید. اول میخواستم نظرتون رو در مورد موفقیت 1917 بپرسم که نامزد 9 جایزه بود و 7 جایزه گرفت. این موفقیت چشمگیر آیا قابل انتظار بود؟ بله 100%. فیلم 1917 توی این مدتی که روی پرده اومده موفقیت خیلی بالایی داشته، هم توی گلدن گلوب برنده بهترین فیلم شد و هم توی دوتا برنامه خیلی مهم سینمایی دیگه در آمریکا برنده شد و به صورت اون گمان اصلی برای اسکار بهترین فیلم هم به همین فیلم اختصاص داره و به همین دلیل این کاملا قابل پیشبینی بود که این فیلم جایزه بفتا رو هم بگیره. زیبایی این فیلم هم من تذکر بدم بیشتر به خاطر اینه که بخش بزرگی از این فیلم توی یه تیک، توی یه برداشت گرفته شده. در مجموع تمام فیلم توی 3 برداشت دوربین قطع نمیشه و به طور مدام مثلا تصویرهایی که میبینیم بازیگرها، تعداد زیادی بازیگر در برابر دوربین برای مدت خیلی طولانی بازی میکنن و این کار خیلی جذابی ارائه میده. یک هنرمند ایرانی هم خوش درخشید، فیلم انیمیشن بابا بزرگ عاشق پیشه من ساخته مریم مهاجر انیمیشن ساز ایرانی بریتانیایی جایزه انیمیشن کوتاه رو به خودش اختصاص داد. کمی در مورد مریم مهاجر و ویژگی های انیمیشنش اگه ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بدید. بله، مریم مهاجر در واقع توی ایران تحصیل کرده بود، تحصیلات اولیش توی ایران بود و چندین سال پیش فکر می‌کنم الان نزدیک 20 سال باشه که در انگلیس ساکن هست و توی انگلیس در آکادمی سلطنتی هنر تونست فوق لیسانس خودش رو بگیره و تو زمینه انیمیشن چندین کار پیش از این کرده و این کار اخیرش بابا بزرگ عاشق پیشه من تونست به بفتا راه پیدا بکنه و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بگیره. یه فیلم دیگه هم که بعد نیست در موردش صحبت کنیم، فیلم برای سما بود که خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرده بود و بالاخره بهترین جایزه بهترین فیلم مستند رو تونست بگیره. بله، برای سما هم ساخته یه فیلمساز جوون، نسبتا جوون سوری هست به نام وعدل کتایب که توی یه بازه 5 در جریان اون خیزش مردمی که در شهر حلب به وجود اومد، این دوران از دوران عاشقی خودش و بعد ازدواجش و آبستن شدنش و به دنیا اومدن دخترش سما و بزرگ شدن دخترش به سال این فیلم رو ساخته. فیلم بسیار زیبایی هست از نظر اون دید انسانی و صمیمی که وعدل کتایب توی این فیلم ارائه میده و خیلی راحت میتونه همراهی و همدلی بیننده رو با خودش جذب بکنه. توی این چند ماه گذشته خیلی سر و صدا کرد این فیلم و
مورد توجه زیادی قرار گرفت و خیلی برای من حداقل باعث خوشحالی بود که ببینم که توی بفتا تونست جایزه بهترین فیلم مستند رو دریافت کنه. ممنونم از شما شهرام تاب محمدی، منتقد سینما که از تورنتوی کانادا با ما صحبت می‌کردند. اما رسیدیم به آخرین قسمت از این ساعت برنامه امروز که برنامه از دو سوی آمو هست، کاری از زیورشاه محمد. این برنامه هفتگی رو با هم بشنویم. درود و دو سوی آمو، خوش آمدین. زیورشاه محمد هستم با تازه های موسیقی افغانستان و تاجیکستان که طبق معمول دوشنبه ها از چشمانداز بامدادی بی بی سی فارسی تقدیم شما می شود. در این صبح زیبای دوشنبه 3 فوریه 2020 میلادی که برابر است با 14 بهمن ماه 1398 خورشیدی، برای تمام دوستان روز پر از نشاط و شادمانی را آرزو می کنم. ای تو را که دیدم از دل شنیدم، همین سزاوار تو هست. عجب زیبایی تو مرگ مایی، ولی دل با مردنت قایل است. ماهی سمایی دل می روایی، مشم قاتل که عشقم سمیمی است. درد دوایم من آشنایم، بگو که در غمی من سختن شیرین است. قلبم با تو توی همه هوش و خیالم، پرو بال دارم با تو جان در زندان. چشمانم نگو که میکنه دیوانه، فرزانه هر شب در خوابه چو یک افسانه. نخستین آهنگ برنامه این هفته از فرزانه خورشید، آهنگ زیر عنوان ماه سما. فرزانه و خواهر بزرگ شبنم سرایا از محبوب ترین آوازخوان‌های تاجیک هستند که همین شب و روزها در شهر مسکو روسیه برای ثبت نماهنگ جدیدشان قرار دارند. عجب خوشحالم با تو میبالم، توی خوشبختی های قلبی فیدارم. محبت تو مثال آتش، نباشی سردست به زمستان بهارم. ماهی سمایی چشمی ما، نسل چشمی ما، برقی چشما و نگاهی که تو داری. هی کسی نداره، والله کسی نداره. سال چشمی ما، نسل چشمی ما، دروغ ساری چماه که تو داری. کسی نداره، والله کسی نداره. بهروز میرزایف، آوازخوان تاجیک که اکثرا در سبک ترانه های منصور سراینده پرآوازه ایرانی آوازخوانی میکند، هفته سپری شده آهنگ را به بازار ارائه کرده زیر عنوان اصل چشم من. نازی نازی چشما، قهری و ناز و خشما، نکند خدا و بینم ما بی چشم سانی چشما. بیگون بی آیی بیارم آیی، تو با چشمی اصلی شبه داریایی. تیکا تیکا دل زینا بودن آه، بیا بیا کامو کامو که زیمان دیشب آه. اصل چشمی من، اصل چشمی من. موسیقی این آهنگ را بهروز خودش نوشته، ترانه سرا شایره رحیم جان، کار تکمیل و تدوینش را جاوید روزی و علی شیر زریکوف انجام دادند. دل بیرفت از من و با تو دمگی همراه شد، با تو هم سفری سیتاره آشد و یک ماه شد. چشمی تو از همه نوری روز و شبها بهتره، بمیرم در نگهی شیرین تر از هر شکره.
چشمی ما، نزار چشمی ما. نبی و رجا راهش، دو آوازخوان جوان از آنسوی آمو از افغانستان، آهنگ را با سبک ترانه‌های محلی و مردمی به بازار ایراد دادند زیر عنوان نقره‌دندان. با سر چادر جالی یاد ما آمد، با تن کرتر لابی یاد ما آمد، سبیل با نمی غمای زمانه، کش با نو جوانی یاد ما آمد، سبیل با نمی غمای زمانه، کش با نو جوانی یاد ما آمد. نقره دندان چشمکایشم چجام، ابروگرکای کمان نازنین راحت جان، دخترت توت میچینه و دستش جنگ خینه، گهه از توت میچینه گهه سایه میبینه. نقره دندان چشمکایشم چجام، ابروگرکای کمان نازنین راحت جان. متن این ترانه را منان همدل نوشته، کار تکمیل و تدوینش را امان عثمانی انجام داده. دل مزدم دل بردر گرفته، مرا مکم خمش در بر گرفته، فراقش میزنه در جان ماتش، وجودم شول پا تا سر گرفته، فراقش میزنه در جان ماتش، وجودم شول پا تا سر گرفته. نقره دندان چشمکایشم چجام، ابروگرکای کمان نازنین راحت جان، دخترت توت میچینه و دستش رنگ خینه، گهه از توت میچینه گهه سایه میبینه. نقره دندان چشمکایشم چجام، ابروگرکای کمان نازنین راحت جان. پرویز سما، آوازخوان جوان از تاجیکستان، آهنگ را زیر عنوان دفتر گلها به بازار ایراد داده. متن این ترانه را طالب آذرخش نوشته، موسیقیش از ساخته های اکتم مدلیف. نماهنگ جالب این ترانه در سبک فیلم های چوپانی آمریکایی و یا که کاوبایی ساخته شده است. شادان شوم از بخت، یک شبی زیبا، با دلی من تو را بگذارد تنها. خندان شوم از ایش، تو دل نوازنده، شیرین بینم از بان شکر خنده. در عاشقی با تو یک لحظه به غم می زدیم، آهنگی زنده بودن با هم می زدیم، با هم می زدیم. نامی تو را در دفتری گلها می نوشتم، نازو ادایی تو را از برگی گل می سرشتم، عطری گل با یک نفس از تو تازه می شود، از رازیم و دنیا خبر نمی شود. نامی تو را در دفتری گلها می نوشتم، نازو ادایی تو را از برگی گل می سرشتم، عطری گل با یک نفس از تو تازه می شود، از رازیم و دنیا خبر نمی شود. برنامه این هفته را با آهنگ زیبای زیر عنوان قدم رنج کن و بازو از جهانگیر ظریفوف، پسری خورسند مراد ظریفوف، سراینده ترانه های مردمی به پایان میبریم. قدم رنج کن و بازو که دلم دیوانه شد، از فراقی رفتنت کلبم ویرانه شد. قدم رنج کن و بازو دلم دیوانه شد، از فراقی رفتنت قلبم ویرانه شد. تا دوشنبه دیگر و دوستوی آموی دیگر، از من زیورشا مجری و تهیه کننده این برنامه، بدرود و خدا نگهدار. مواظب خودتون باشید. با تو بودنم افسانه شد، افسانه شد، دلیلی بودنم توی، تمامی هستیم توی، آرزویی با تو بودنم افسانه شد، افسانه شد. قدم رنج کن و بازا که دلم دیوانه شد، از فراقی رفتنت قلبم ویرانه شد. قدم رنج کن و بازا که دلم دیوانه شد، از فراقی
شوقی رفتنت قلبم ویرانه شد. زیورشا محمد بول با برنامه این هفته از دو سوی آمو. در اینجا به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز رسیدیم. پخش تصویری ما در اینجا به پایان میرسه، اما صدای ما روی امواج رادیویی تا یک ساعت دیگه همچنان ادامه خواهد داشت. با ما باشید. صفای منزلم تویی، سرورین دلم تویی، بدونی خنده های تو شادی زی دل بگانه شد. صفای منزلم تویی، سرورین دلم تویی، بدونی خنده های تو شادی زی دل